میگفت من از اینکه قرار توی مهمونی چه اتفاقاتی بیفته خبری نداشتم بعدا که از ماجرا با خبر شدم یه پاترول دزدیدم و کاری که باید رو انجام دادم این وسط اما گزارش های متعددی در رابطه با این قضیه ثبت میشه فردی راجع به دزدی ماشینش شکایت ثبت کرده بوده و منتظر تحقیقات پلیس بوده پدر و مادری هم از بیخبری از پسرشون حرف میزنند موضوعی که این وسط وجود داشته اما این بوده که جنایت عجیبی رخ داده و معلوم نبوده که چه کسی دست به این کار زده تا اینکه پلیس همه چیز رو کشف میکنه ساعت حوالی 21 شب 27 تیر ماه سال 1397 اهالی منطقه استاد معین تهران توی اقدامی سریعا با نیروهای پلیس آگاهی تهران تماس میگیرند و اعلام میکنند که توی محلی که زندگی میکنن اتفاق هولناکی افتاده و فردی به دنبال اینکه با شخصی تصادف کرده سه بار از روی اون رد شده و بعد هم از اونجا فرار کرده نیروهای آگاهی بعد از ثبت این قضیه به همراه نیروهای امدادی سریعا راهی محل میشن ببینن ماجرا چیه متاسفانه اتفاق خیلی هولناکی اونجا رخ داده بوده و فردی که توی این سانحه به شدت آسیب دیده بوده جون خودش رو از دست داده بوده و اون از ناحیه سر و پا به طرز بدی دچار سانحه شده بوده نیروهای پلیس بررسیهای اولیه خودشون رو از محل انجام میدن بعد از اینم که شواهد و مدارک مورد نیاز خودشون رو جمع آوری میکنن جنازه به دستور پلیس آگاهی و قا بازی ویژه قتل عمد توسط نیروهای امدادی راهی پزشکی قانونی میشه تا بررسی ها از جنازه به طور دقیق آغاز بشه پلیس با اهالی محل ارتباط میگیره تا ببینه که ماجرا دقیقا از چه قرار بوده همسایه های دور و اطراف که شاهد این ماجرا بودن حرف های زد و نقیزی میزنند دو نفر از اهالی محل به طور دقیق از اون اول حادثه تا به آخر رو دیده بودند. برای همین هم توی محل حادثه هر آنچه که اتفاق افتاده بوده رو برای پلیس شهر میدن بابک جوون 28 ساله‌ای که جلوی در خونه‌شون شاهد این ماجرا شده بوده در رابطه با این قضیه میگه من جلوی در خونمون بودم و به همراه دوستم ایستاده بودم و با هم داشتیم راجع به اتفاقاتی که توی دانشگاهمون رخ داده بود حرف میزدیم همه چیز عادی بود و هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده بود من در حین اینکه داشتم با دوستم حرف میزدم حواسم به وسط کوچه رفت فردی رو دیدم که با تلفن داشت حرف میزد و به شدت هم عصبی بود از اهالی کوچه ما نبود نمیدونم از کجا اومده بود اما وسط کوچه همینطور داشت با تلفن داد و بیداد میکرد مکالمش به حدی بلند بود که من هم تا حدودی میشنیدم که چی میگفت ناخواسته شنیدم که داشت با زنی در رابطه با پول دعوا میکرد و مدام بهش میگفت که من پولتو دادم و دیگه هم نباید پیگیر من باشی وگرنه هر چیزی که ازت دارم و منتشر خواهم کرد و آبروت رو میبرم بابک میگه تو همین حین بود که من از سر کوچه متوجه شدم یه سواری پاترول که شماره پلاکش رو پوشونده بود و شیشه هم دودی بود و مشخص نبود که دا خلش کی نشسته وارد کوچه شد و به سرعت هر چه تمام تر به سمت این شخص حرکت کرد. نمیدونم ولی احساس کردم که سرعتش بالای 60 تا بود اون مرد اصلا حواسش به ماشین نبود و وسط کوچه همچنان در حال دعوا بود که راننده پاترول محکم به این فرد زد این شخص دو متر جلوتر پرت شد راننده پاترول یه بار دنده عقب گرفت دوباره از روش رد شد این کار رو سه بار انجام داد و بعد از اینکه مطمئن شد این شخص مرده اون رو به حال خودش رها کرد و با سرعت هرچه تمامتر از محل فرار کرد ماجرا به شدت هولناک و عجیب به نظر میرسیده و معلوم نبوده که علت این اتفاق چیه و چه کسی پشت پرده ماجراست است نفر دومی هم که توی محل حادثه از صفر تا صد ماجرا رو دیده بوده توی اظهارات خودش حرفای بابک رو تایید میکنه و میگه اون هم همین صحنه ها رو دیده و چیز اضافه ای نداره که بگه پلیس اظهارات اهالی رو ثبت میکنه و به دنبال تصاویر دوربین های مداربسته داخل کوچه میگرده ببینه میتونه شواهدی از این ماجرا پیدا بکنه یا نه خوشبختانه تعدادی از خونه ها دوربین های کار میکرده و پلیس تصاویر مربوط به این دوربین ها رو به دست میاره و بررسی خودش رو از اونها آغاز میکنه طبق اون چه که توی تصاویر دوربین ها ثبت شده بوده گفته های بابک مورد تایید واقع قرار میگیره و با بررسی ها مشخص میشه که هر آنچه که اتفاق افتاده و گفته شده واقعیت داشته متاسفانه پلیس نمیتونه تا از طریق تصاویر اطلاعاتی در رابطه با شخص زاره به دست بیاره اما توی بررسی ها مشخص میشه که راننده پاترول به احتمال خیلی قوی زن بوده شیشه ها دودی بوده و دقیقا چیزی مشخص نبوده اما پلیس موقعی که دقت بیشتری به خرج میده متوجه ماجرا شده بوده نیروهای آگاهی منتظر گزارش پزشکی قانونی میمونن تا هویت این شخص به طور دقیق مشخص بشه و اونها نهایتا بتونن تا خانواده این فرد رو پیدا بکنن و در رابطه با این قضیه اطلاعاتی به دست بیارن همزمان با این قضیه اما نیروهای گشت تصاویر مربوط به این سواری که با اون فرد تصادف کرده بوده رو در اختیار داشتن و در تلاش بودند تا ببینن که میتونن این ماشین رو پیدا بکنن یا نه همینطور هم میشه خوشبختانه سواری پاترولی که توی کوچه مرتکب این جنایت شده بوده توی محدوده جاده ای که از سمت تهران پارس به سمت دماوند جریان داشته پیدا میشه پلیس شماره پلاک ماشین مورد استعلام قرار میده تا صاحب ماشین مشخص بشه که توی همین حین متوجه اطلاعات جالبی میشه صاحب ماشین شخصی به اسم فرهاد بوده که بالای پنج روز بوده که گزارش گم شدن ماشینش رو داده بوده و مامورا به دنبال این ماشین میگشتن اما هنوز نتونسته بودن تا پیداش بکنن فرهاد به داری پلیس دعوت میشه و بهش اطلاع داده میشه که ماشینش پیدا شده این شخص موقعی که خودروش گم شده بوده توی اظهارات خودش به مامورا گفته بوده که توی محدوده جانبازان تهران در حال خرید بوده و ماشینش رو باز گذاشته بوده برای همین هم اشخاصی اومدن ماشینش رو دزدیدن فرهاد میگه من دقیقا متوجه نشدم که چه کسی دست به این کار زد حتی دوربین های اون اطراف رو هم که چک کرده بودیم متاسفانه نشونه ای از این شخص پیدا نشد فقط یه تصویر از موقع سوار شدنش توی ماشینم وجود داشت که مشخص میکرد صورت خودش رو به صورت کامل پوشونده بوده معمورا اما به همین قضیه قانع نمیشن و شماره پلاک این ماشین رو به تمامی واحدهای گشت میدن و از واحدهای کنترل هم میخوان تا محل تردد این خودرو رو به طور دقیق بررسی بکنن تا شاید تصویری از راننده اون که به احتمال زیاد همون شخصی بوده که ماشین رو دزدیده و این فرد رو توی کوچه به قطر رسونده پیدا بکنن از طرفی پزشکی قانونی هم همه آزمایش ها و بررسی های دقیقی که انجام میده رو متوجه میشه که فردی که کشته شده قبل از اینکه اتفاقی براش بیفته به مقدار خیلی زیاد مواد مخدر مصرف کرده بوده از طرفی علت مرگ اون هم ضربه مغزی تشخیص داده میشه و تیم هویت هم موفق میشن تا مشخصات اون رو به طور دقیق شناسایی بکنن و آدرس و محل زندگی خودش و خانوادش رو به دست بیارن گزارش پزشکی قانونی تکمیل میشه و در اختیار پلیس قرار میگیره. مامورا به سراغ خانواده وحید 29 ساله میرن و سعی میکنن تا با اونها راجع به پسرشون حرف بزنن. پدر و مادر وحید در جریان این نبودن که چه اتفاقی برای پسرشون افتاده اما بعد از اینکه از ماجرا مطلع میشن براشون اهمیتی نداشته و میگن که وحید پسر اونها نیست و الان بالای سه ساله که با همدیگه به شدت دعوا کردن و قرار شده که دیگه از همدیگه خبر نگیرن پدر وحید میگه من به شدت آدم معتقد و مذهبی هستم و از دست کارهای اون خسته شده بودم برای همین هم تصمیم گرفته بودم تا اسم پسرم رو به خاطر کارهایی که میکرد از شناسنامه در بیارم همین کار رو هم کردم و وحید دیگه پسر من نیست حالا اگه سوالی در رابطه با نوع زندگیش دارید میتونید ازم بپرسید من بهتون جواب خواهم داد مامورا از پدر وحید میخوان تا در رابطه با پسرش حرف بزنه این پدرم میگه وحید یه پسر مفسد و خلافکار بود و من هم از کارهایی که اون انجام میداد خسته شده بودم نمیخواستم آبرون بازیچه یه دست اون بشه برای همین هم اسمشو از شناسنامه حذف کرده بودم خیر سرم بچه بزرگ کرده بودم بعد از اینکه به دانشگاه فرستادمش ازش خواستم تا درس بخونه اما این جرسومه فساد توی دانشگاه با هرچی آدم خلافکار و بیبند و بار بود رفیق شده بود و بعدها متوجه شدم که بالای سه تا دوست دختر داره و دخترای مردم رو آواره و اسیر خودش کرده این اواخر هم فهمیده بودم که به شدت درگیر مواد شده و به صورت تفریحی و گاهن هم پشت سر هم انواع اقسام مواد مخدر رو مصرف میکنه بعد از اطلاع از این قضایی بارها و بارها باهاش حرف زده بودم ازش خواسته بودم تا این کارها رو بذاره کنار اما به هیچ عنوان قبول نمیکرد و توی روم وایستاده بود و توی خونه هم به شدت با همون دوا میکرد این پدر میگه وضعیت مالی من به شدت خوبه سعی کرده بودم تا از این طریق برای وحید ترسیجات بکنم و یه جوری وانمود بکنم که اون رو از ارث و میراث محروم خواهم کرد اما هیچ تاثیری روش نداشت شاید باورتون نشه اما پسر من ما رو توی خونه چیز خور کرده بود کلید قاف صندوقم رو برداشته بود و از توی قاف صندوقم کلی پول و چک سفید امضا ازم دزدیده بود پدر وحید میگه من دیگه بعد از این شرایط نتونستم با اون کنار بیام برای همین هم توی خونه برای آخرین بار که یه دعوای اساسی کردیم اون رو از خونه انداختم بیرون و از اون موقع تا به الان هم ازش خبری نداشتم حتی مادرش هم از دستش خسته شده بود برای همین هم اون هم راضی به این کار بود پلیس اظهارات این فرد و همسرش رو ثبت میکنه و با در نظر گرفتن همه ی موارد همچنان به تحقیقات خودش ادامه میده پدر وحید در رابطه با نوع زندگی و محل زندگی وحید به مامورا میگه یکی از دوستای صمیمی این فرد اسمش رامتین بوده و به احتمال قوی اون در جریان این موضوع هستش و میدونه که چه اتفاقی برای وحید افتاده با هم همه این تفاسیر اما مادر وحید همچنان دلش برای پسرش میتپیده برای همین هم نمیتونه دوم بیاره و با برادر خودش به پزشکی قانونی مراجعه میکنه و هویت پسرش رو تایید میکنه مامور اما تحقیقاتی که داشتن موفق میشن تا رامتین دوست وحید رو شناسایی بکنن و به اداره منتقل بکنن این فرد اما توی اداره پلیس میگه از چیزی خبر نداره و نمیدونه که چه اتفاقی برای وحید افتاده اون حتی بعد از شنیدن اینکه وحید در اثر تصادف جون خودش رو از دست داده حالش به شدت بد میشه رامتین توی اظهارات خودش به مامورا میگه وحید این یک سال اخیر به کل درگیر برگزاری دور های شبونه بود و احتمالا به واسطه همین موضوع هم اتفاقی براش افتاده اون در ادامه اظهارات خودش میگه اون یه دوست دختر داشت که بهش خیلی علاقه مند بود اون دختر هم وحید رو خیلی دوست داشت و حاضر بود جونش رو هم برای اون بده اما نمیدونم چی شده بود که این دو هفته اخیر رابطه ای اینها به شدت سرد شده بود و به کل با همدیگه درگیر شده بودن جوری که ستاره تشنه خون وحید شده بود چیزی به من نگفته بود منم نمیدونستم که موضوع چیه البته یه چیزایی شنیده بودم اما بعید میدونستم که وحید بخواد چنین کاری بکنه گویا تو یکی از دور همیهای وی آی پی که وحید تشکیل داده بوده چند نفر از دوستاشو دعوت کرده بوده و خودش و دوست دخترش هم اونجا بوده داخل مهمونی اما اتفاقاتی افتاده که باعث شده تا این دو نفر از همدیگه جدا بشن رامتین خیلی کلی در رابطه با این قضیه توضیح میده و دقیقا هم مشخص نبوده که موضوع چیه اما مشخصات ستاره رو ازش میگیرن و پلیس همزمان با این قضیه که در حال انجام تحقیقات و به دست آوردن اطلاعاتی در رابطه با فردی بوده که سواری پاترول رو دزدیده بوده و تو همین حین هم با موضوع جالبی روبرو میشه تصاویر دوربین های شهری به وضوح تصویر رانندگی پاترول رو ثبت کرده بودند. این تصویر به دست میاد و در اختیار نیروهای آگاهی قرار میگیره. مامورا اما بعد از بررسی چهره این راننده با موضوع جالبی روبرو میشن. اون هم این بوده که فردی که سوار بر پاترول بوده همون دوست دختر وحید بوده. مامورا بعد از ثبت همه این اطلاعات و مدارک سریعا اقدامات لازم رو برای دستگیر کردن این فرد آغاز میکنن. مزنون اصلی پرونده ستاره بوده پلیس از طرفی تلفن همراه وحید رو هم که توی محل حادثه به دست اومده بوده بررسی میکنه و توی همین بررسی ها هم متوجه میشه که آخرین تماسی که این پسر داشته با دوست دختر خودش بوده و طبق اظهاراتی که شاهدین حاضر در محل داشتن مشخص بوده که وحید با دوست دخترش به شدت درگیر بود عملیات های اطلاعاتی برای دستگیر کردن این فرد آغاز میشه و خوشبختانه مامورا موفق میشن تا ستاره رو در حالی که توی خونه دوستش سمت شهرک غرب تهران مخفی شده بوده شناسایی و بازداشت بکنن ستاره توی اداره پلیس مات و مبهوت در حال نگاه کردن به مامورا بوده و هیچ حرفی نداشته که بزنه این فرد ساعتها توی اتاق بازجویی بدون حتی گفتن کلمه ای یه گوشه خیره شده بوده و مامورا هر چقدر تلاش میکنن تا اون حرف بزنه اما فایده نهایتا بعد از گذشت چهار روز از این ماجرا خود ستاره تصمیم میگیره تا ماجرا رو برای پلیس تعریف بکنه این دختر توی اظهارات خودش حرفهایی میزنه که باعث میشه تا پلیس نسبت به ماجرایی که اتفاق افتاده شوکه بشه ستاره میگه وحید کسی بود که من رو فروخت از بابت من کلی پول به دست آورد بعد هم حتی من رو محل نذاشت و هیچ پولی هم به هم نداد من هم به قدری عصبی بودم که تصمیم گرفتم تا انتقامم رو بگیرم ستاره میگه من و وحید الان بالای یک ساله که با همدیگه توی رابطه ایم اما وحید کاری کرد که زندگیم نابود بشه و هیچ امیدی به آینده نداشته باشم برای همین هم توی شرایط سختی قرار گرفته بودم و نهایتا تصمیم گرفتم تا انتقامم رو ازش بگیرم این دختر در تشریح ماجرایی که اتفاق افتاده میگه حدودا یک ماه پیش وحید به یه مهمونی دعوت بود مهمون ها کم بودن و سر جمع به هفت نفر هم نمی رسیدیم. من بودم و وحید و چهار نفر از دوستاش. من نمی دونستم ماجرا چیه و چرا قراره به اونجا بریم. مشروب خوردن توی مهمونی ها و گل کشیدن عادت من شده بود و بعد از اینکه اونجا حسابی نوشیدنی خوردیم و مشغول مصرف گل بودیم دوستای وحید ولکن نشدن که مشغول بازی گمار بشن. من خودم چون از قمار خیلی خوشم میومد برای همین هم منم اصرار کردم تا وحید قمار بازی کنه دوست پسارم توی قمار دست خیلی خوبی داشت و همیشه خدا برنده میشد اما دیگه در جریان نبودم که اون روز دوستای وحید نقشه کشیده بودن و دنبال به دست آوردن من بودن وحید اون شب توی مهمونی سه بار قمار بازی کرد هر سه دست رو هم باخت من در جریان هیچی نبودم بعدن که از اونجا اومدیم متوجه شدم که قضیه چیه تازه فهمیدم که چهارتا تا دوست وحید با همدیگه نقشه کشیده بودن و سعی داشتن تا کاری بکنن که اون ببازه دست چهارم قمار رو خود وحید درخواست کرد و از اونجایی که به شدت عصبی بود من رو نشون کنارش و شرط عجیبی گذاشت به زعم خودش میخواست کاری بکنه تا دوستاش هر طور که شده یه چیزی رو از دست بدن شرطش این بود که اگر باخت دوستاش میتونن برای یه بار با من رابطه داشته باشد من اصلا در جریان پشت پرده ماجرا نبودم نمیدونستم که قضیه چیه هرچی به وحید اصرار کردم و ازش خواهش کردم که همچین شرطی نذاره اما اون قبول نکرد و گفت نگران نباشم مطمئنا خواهد برد اما متاسفانه اونطور که فکر میکرد نشد و اون دست رو هم باخت من به خاطر شرط مزخرفی که اون گذاشته بود مجبور شدم تا با تک به تک دوستای اون نامرد رابطه برقرار بکنم دوستاشم ولکن نبودن و مجبور بودم برای اینکه اون از این ماجرا خلاص بشه به این قضیه تن بدم اون نامردا جلوی چشم دوست پسرم به هم تجاوز کردند و به زور با هم رابطه برقرار کردن و منم از روی ناچار قبول کردم اما دوست پسرم حتی ذره ای به خودش زحمت نداد که من رو از دست اونها نجات بده بعد از اینکه ماجرای اون شب تموم شد و با همدیگه به خونه برگشتیم من حالم خیلی بد بود و حدودا یک هفته ای درگیر افسردگی ناشی از این ماجرا بودم ستاره میگه بعد از این ماجرا بود که یکی از اون نفراتی که توی مهمونی بود و با من چنین کاری انجام نداده بود به هم گفتش که همه اونها نقشه بود و وحید به خاطر پول دست به این کار زده بود و سعی داشت تا تو رو در ازای کلی پول که باخته بود به دوستاش بفروشه ستاره میگه اون شخص به هم گفتش که از اونجا که من در جریان ماجرا بودم برای همین هم دلم به حالت سوخت و و به خودم اجازه ندادم تا با تو همچین کاری بکنم این دختر میگه بعد از شنیدن این ماجرا به شدت عصبی شدم با وحید تماس گرفتم و ماجرا رو براش تعریف کردم و ازش خواستم تا هر چه سریعتر همه چیز رو به هم بگه اون هم با کلی زبون بازی به هم گفتش که همه چیز واقعیت داره و اون به خاطر اینکه پول به دست بیاریم دست به این کار زده رامم کرد و یه جورایی خرم کرد و به هم گفتش که قرار نصف اون پول رو بده به من منم برای همین سکوت کرده بودم و منتظر بودم ببینم چی کار میکنه اما بعدا متوجه شدم که حرفهای جدیدشم دروغ بود برای همینم از اونجایی که همه چیزم رو باخته بودم و چیزی برای از دست دادن نداشتم برای آخرین بار باهاش تماس گرفتم و در حالی که توی کوچه حواسش رو پرت کرده بودم با ماشینی که به کمک دوستم دزدیده بودم اون رو زیر گرفتم و کاری کردم تا براش درس عبرتی بشه نمیخواستم نشونی از خودم جا بذارم برای همین هم دست به سرقت زده بودم اما متاسفانه ماجرا لو رفت و همه چیز مشخص شد پلیس اظهارات این فرد رو ثبت میکنه ستاره رو به اتهام قتل عمد وحید راهی بازداشتگاه میکنه و پروندهش رو تکمیل و به دادگاه میفرسته جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو به طور دقیق بررسی میکنه ستاره ابتدا توی دادگاه در رابطه با اتفاقاتی که از طریق وحید برای اون رخ داده بوده درخواست شکایت میکنه و توی جلسه جداگانه قرار میشه که به ادعای ستاره مبنی بر فروش اون توسط وحید و تجاوز دوستاش به اون رسیدگی بشه اما توی این جلسه از دادگاه دایی وحید توی جایگاه حاضر میشه و درخواست قصاص برای ستاره میکنه اما ستاره توی جایگاه میگه که این وحید بود که باعث شد تا من به این حال و روز بیفتم و اون به خاطر پول منو به دوستاش فروخت منم از روی ناچاری و بدون اینکه در جریان موضوع باشم مجبور شدم تا با دوستاش جلوی چشم اون رابطه بر کنم بعد هم که متوجه شدم قضیه چیه خون جلوی چشمامو گرفته بود و یه لحظه نفهمیدم که دارم چی کار میکنم و به این کار دست زدم قاضی پرونده اما شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو به طور دقیق بررسی میکنه متاسفانه هیچ مدارک و مستنداتی در رابطه با ادعای ستاره وجود نداشته و پلیس هم نتونسته بوده تا در رابطه با این مورد اطلاعاتی به دست بیاره برای همین هم قاضی پرونده نهایتا این فرد با توجه به اتهامش محکوم به قصاص میکنه البته خانواده وحید بعد از اینکه از قضیه مطلع میشن و به دنبال تلاش هایی که خانواده ستاره داشته و دوست و آشنای ستاره مدام به جلوی در خونه پدر و مادر وحید میرفتن و همه چیز رو به اونها توضیح داده بودن این پدر و مادر بعد از مطلع شدن از قضیه تصمیم میگیرن تا گذشت بکنن و اونها ستاره رو میبخشن برای همین هم قاضی پرونده نهایتا حکم این دختر رو تعدیل میکنه و اون رو به هشت سال حبس و پرداخت دیه محکوم میکنه رفقای گلم رسیدیم به آخر پرونده ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین بچه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای تجاوز به دختری توسط ناپدریشه که دایش از ماجرا مطلع میشه و اون رو تکه تکه میکنه رو تماشا بفرمایید